گابریل جوسی گارسیا مارکز. قدری صمیمی باشیم. گابو، نویسنده ی کتاب 100 سال تنهایی، با وقار ساده پوش، عاشق زادگاه خیش که اخیراً گوشه‌گیر شده بود، بیمار و بستری توی بیمارستانی در مکزیکو سیتی. برادرش گفت دیگه نمی نوشت. گاهی به من تلفن می کرد و سوالات بدیهی می پرسید. گابو مشکل حافظه پیدا کرده بود. گاهی گریه می کردم چون احساس می کردم که دارم از دستش می دم. 87 ساله بود که رفت. او داستانهاشو به سبک رئالیسم جادویی می نوشت. واقعیات در نوشته های او به طرزی جادویی با هم پیوند پیدا می کردند. درست میگم گابو؟ البته من رئالیسم جادویی می نوشتم، ولی هیچ چیز غیر واقعی توی رمان های من نیست. همش واقعیه. حتی اون پروانه های زرد رنگی که از آسمون می باریدن، اینا رویا نبودن، خاطره های کودکی خودم بودن. بزرگترین اثری که خلق کردی رمان 100 سال تنهاییه، همون که جایزه نوبل گرفت. چطور ایده این کتاب به ذهنت زد؟ از 18 سالگی توی ذهنم بود. سالها توی ذهنم بود. البته در 39 سالگی منتشر شد. بله بله، من سالها میخواستم این کار رو شروع کنم. چندین بار نوشتم و دور ریختم. دنبال لحن مناسب واسه راوی داستان میگشتم. خب این لحن رو کجا پیدا کردی؟ مادر بزرگ. مادر بزرگ؟ بله بله، مادر بزرگم. در این حال که پدر بزرگم خیلی واقع بین بود، دنیاش خیلی متفاوت بود. برام با همون لحنی که از واقعیت میگفت از لولو خورخوره ها هم میگفت. اینطوری واقعیت رو با جادو تلفیق میکرد. بهترین لحن بود. بالاخره پیداش کرد. مثل این؟ تو نینو ده ده مولستار پرکو ته ساده که لازانی ما ساله ای سروانه ها جبار. آره، نه این این، ولی خیلی شبیه این. برای بینندگانمون از خودت بگو. چی شد؟ کجا شروع کردی؟ چطور به نوبل رسیدی و بعدش؟ چند وقت پیش زندگی نامم منتشر شد. فکر نمی کردم بازم مجبور بشم توضیح بدم. البته اون قسمت‌های خاص رو میگم، چیزی که همه باید درباره یک نویسنده بدونن. خب خانواده ما ناچیز بود. من در آرکاتاکا متولد شدم توی کولومبیا. 12 سالگی بورس تحصیلی گرفتم. کتاب خوندن با صدای بلند توی خوابگاه، کاریکاتور کشیدن و خلاصه اینا دورانی بود، تا اینکه 18 سالگی آرزوی پدر و مادرم برآورده شد و رفتم به یونیورساد ناسیونال برای تحصیل توی رشته روزنامه‌نگاری. اونجا مرسدس رو دیدم. اولین داستان رو کی نوشتی؟ همون سال سومین صفحه. همه چیز رو از فقر شروع کردم، ولی امید داشتم. امید به چی؟ به آینده. داستان 100 سال تنهایی چی بود که اینقدر همه چیز رو دگرگون کرد؟ این جمله منو شنیدین که یه روز گفتم خودت رو تحت فشار نگذار، بهترین چیزها زمانی اتفاق میفته که انتظارش رو نداری. بله، این 100 سال تنهایی هم یکی از همون موقع ها اومد. میگن که 18 ماه طول کشید تا نوشتی. خیلی بیشتر از اینا طول کشید، اما از وقتی شروع به نوشتن کردم، آره 18 ماهی شد. با 6 پاکت سیگار در روز تقریبا از نیکوتین مسموم شده بودم. آخه چرا؟ تو که ساختار و همه داستان رو میدونستی. ایمان، دوست من ایمان. ایمان، هر بار مینوشتم به نوشته خودم ایمان نداشتم. بعد که فهمیدم نزدیکترین لحن داستان همون لحن مادر بزرگمه، دیگه ایمان داشتم. وقتی می نوشتی هر از چنگاهی نوشتت رو به کسی می دادی که بخونه؟ هرگز، حتی یه خط. این کار ممکنه کشنده باشه. همیشه از داستان تعریف می کردم، ولی نوشته هرگز. از همسرت بگو، توی اون دوران به تو خیلی کمک کرد؟
مرسدس میگفت خول شدی، ولی همه چیز رو تحمل میکرد. نمیتونی بفهمی که چه چیزهایی رو تحمل کرد. داستانو توی آکاپولکو شروع کردی یا توی مکزیک؟ توی مکزیک. از نوشتن بگو، چطور یک داستانو مینویسی؟ چقدر کاغذ مصرف میکنی؟ چقدر وقت میذاری؟ مرسدس میدونه هر بار شروع میکنم به نوشتن 500 برگه کاغذ و حتی بیشترش رو لازم دارم و همیشه همون مقدار رو پیدا میکنم. یه برگه میذارم توی ماشین تحریر، مستقیما بدون اینکه از قبل بنویسم میگذارم توی ماشین تحریر و هر وقت که از نوشتن دست کشیدم، یا اینکه از نوشته خوشم نیومد یا اشتباه تایپی پیش بیاد یا اینکه یک فاصله لعنتی زیادتر گذاشته باشم، احساس نمیکنم که فقط یک فاصله زیاد گذاشته شده، بلکه فکر میکنم که مثلا اشتباه از آفرینش خود اثره. دوباره از نو شروع میکنم و ورقه های کاغذ همینطور روی هم انباشته میشن و هر وقت که یک کاغذ تموم پر شد، حالا میشینم و متن رو دستی اصلاح میکنم تا اینکه همه کار شسته و رفته بشه. یک بار یک داستان 12 صفحه‌ای نوشتم. در نهایت دیدم که برای نوشتنش 500 کاغذ به کار بردم. عجب، پس کار به این سادگی هم نیست. 3 ماه که گذشت دیدم دیگه هیچ پول پلی نداشتم. ماشینو فروختم. وسایل خونه رو گرو گذاشتم که این کار تموم بشه. 18 ماه تمام صبح تا شب مرسدس اگه نبود شاید مرده بودم. تا آخر هم چیزی درباره 3 ماه اجاره معوقه خونه نگفت. حالا جالبه که همین آقای صاحب خونه که کلی رسوایی به بار آورد، وقتی کتابو خوند گفت: آقای گابریل گارسیا مارکز، از اینکه من هم در این کتاب سهمی داشتم بسیار مفتخرم. حالا واقعا همه داستانهات جنبه واقعیت زندگی معمول رو دارن؟ فانتزی توشون نیست؟ نه اصلا. اگه بگی فلان جای داستانت 1 گرم فانتزی داره، من شرم میکنم. من نمیخوام والت دیسنی درست کنم. همه چیز واقعیت داره. داستان 100 سال تنهایی رو چطور نوشتی؟ من 8 سال توی آرکارتاگا با مادر بزرگم زندگی میکردم. فکر میکنم هر چی نوشتم به همین مقطع 8 ساله برگرده. اولین نسخه سال 1967 توی بوئنوس آیرس آرژانتین چاپ شد، درسته؟ بله، 8000 نسخه، ولی 1 هفته‌ای همه به فروش رفت. و بعد هر هفته و هر ماه تجدید چاپ شد تا اینکه؟ بله، تا اینکه خب داستان بیش از 30 میلیون نسخه فروش رفت و به 35 زبان زنده دنیا ترجمه شد. و بعد؟ بعد چی؟ اجازه بدین این قسمت رو من توضیح بدم. 100 سال تنهایی رمانی از نویسنده کلمبیایی گابریل گارسیا مارکز. او در سال 1982 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. این اثر در عرصه ادبیات آمریکای لاتین و جهان یک شاهکاره. طی برگزاری 15مین همایش بین المللی زبان اسپانیایی در ماه مارس سال 2007 در شهر کارتاخنا در کولومبیا، 100 سال تنهایی پس از دونکی شد به عنوان 2مین اثر زبان اسپانیایی معرفی شد که به بیشترین زبانهای دنیا ترجمه و خوانده شده. گابو، شما الان بزرگترین نویسنده معاصر جهانید، بالای قله های موفقیت. من اینو فهمیدم که یک انسان تنها زمانی حق داره به یک انسان دیگه از بالا به پایین نگاه کنه که ناچار بشه که بهش کمک کنه که روی پای خودش بیسته. اینطور که من فهمیدم خیلی طول کشید تا اثر خودت رو خلق کنی و جایزه نوبل رو بگیری. چرا اینقدر طول کشید؟ شاید خدا خواسته که اول آدم خیلی چیزای نامناسب رو بشناسه و تجربه کنه، بعد چیزای مناسب رو. اینطور وقتی که اون چیز مناسب رو پیدا میکنی میتونی شکرگزار باشی، نه؟ البته این کاملا درسته. گابو، میتونم از جزئیات بیشتر زندگیت با خبر بشم؟ مثل اینکه به چی علاقه داشتی و چطور متحول شدی؟ چطور نوشتی و... من از بوگوتا که توش درس میخوندم خوشم نمیومد، ولی اونجا خودم رو بیشتر شناختم. هرس و ولا برای خوندن در من موج میزد. مرسدس بارچا پارادو رو اونجا دیدم. من کاریکاتورم میکشیدم. 14 سال برای ازدواج با مرسدس صبر کردیم به خاطر تحصیلات. ولی اگه بخوام بگم چی منو خیلی تکون داد، مسخ بود. کتابی از کافکا.
تو موقع فکر نمی کردم کسی جرأت داشته باشه این طور بنویسه. فضای کافکا مثل لحن مادر بزرگم بود که ماجراجویانه ترین چیزها رو با عامیانه ترین لحن ها بیان می کرد. سال 1950 که از تحصیلات حقوق خلاص شدم دیگه چسبیدم به نویسندگی. البته تا اون موقع خیلی داستان برای این ور اون ور نوشته بودم. آثار همینگوی، جویس، وولف، فاکنر رو میخوندم. توی آثار کلاسیک الهام عجیبی از اوتیپوس گرفتم. اولین رمان طوفان برگ بود، درسته؟ آره، یه الهام از اون خونه شبح زده که توش رفته بودم. آره. سال 1952 بود که شلاق کش شدی. ناشر کتاب رو رد کرد. بعد واقعا به توانایی خودم شک کردم. کتاب انداختم توی کشو. اون زمان خوشبختانه توی الهارالدو می نوشتم، ولی 3 سال بعد رفقا بدون اطلاع هم از کشو کتاب رو برداشتن و منتشر کردن. تمایلات سوسیالیستی کجا شروع شد؟ تا اون موقع هنوز نامزد نشده بودیم. سال 94 با مرسدس رسما نامزد شدم و رفتم به گوتا. اونجا بود سفرهام شروع شد، به ژنو، لهستان، روم، مجارستان، آخرش هم پاریس. کتاب کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد از پاریس شروع شد؟ بله، اونجا تحت تاثیر همینگوی 11 تا داستان نوشتم که این 11 تا شدن پیشنویس کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد. هنوز 100 سال تنهایی شروع نشده بود. نه، اون 11 تا داستان که گفتم توی کتاب ساعت نحس هم تاثیر داشتن. بعد که رفتم به ونزوئلا و کولومبیا، اونجا 100 سال تنهایی شروع شد. به کولومبیا رفتی با اون وضعیت سیاسی؟ بله، مرسدس 14 سال توی برانکوویلا منتظرم بود. ازدواج کردیم. سال 1958 بود. آها، بعد به هاوانا رفتی و تحت حمایت انقلاب کوبا قرار گرفتی. بعد هم رفتم به نیویورک که از بس منو تهدید به قتل کردن که مجبور شدم استعفا بدم و برم. کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد. این مال 1961 بود. مراسم دفن مادر بزرگ. این مال 1962 بود. پسر دومم گونزالو اون موقع متولد شده بود. بعد هم واماندگی. واماندگی چرا؟ احساس ورشکستگی و واماندگی میکردم، چون از هیچ کتابی بیشتر از 700 نسخه فروش نرفته بود. دستم به قلم نمیرفت. هیچ حق تألیف و پولی هم از اون کتاب ها عایدم نمیشد. بالاخره از کجا همه چیز عوض شد؟ توی مسیر تعطیلات که با آکاپولکو می رفتم، یک دفعه لحن جادوی مادر بزرگ به ذهنم زد. پیداش کردم. از همونجا دور زدم و برگشتم. مسئولیت خانواده رو به مرسدس سپردم و شروع به نوشتن کردم با همون لحن مادر بزرگ. من از کارلوس فوئنتوس که 3 فصل اول کتاب رو براش فرستاده بودی شنیدم که گفت من فقط 80 صفحه خوندم، ولی در این کتاب استادی پیدا کردم. گابو از غار بیرون اومده بود. نه نه نه، من وقتی از غار بیرون اومدم که همه کتاب رو نوشته بودم. مسموم از نیکوتین، با بیش از $10,000 قرض قوله، یک بسته کاغذ که مجموعاً 1300 صفحه میشد. دقیقاً کی اولین بار منتشر شد؟ ژوئن 1968. بعد جایزه چیاچیانو در ایتالیا. بعد جایزه بهترین رمان خارجی در فرانسه. بعد سیل نامه ها، طرفدار ها و خلاصه زمونه چرخید. اون موقع چند سالت بود؟ 39 سال. 39 سال. بعد آثار زیادی منتشر کردی که در ذهن من برجسته ترینش پاییز پدر سالاره. آره، اون سال 1975 بود. گابو، یک سوال خصوصی تر، پولت رو کجا صرف می کردی؟ تا اونجایی که به شما مربوط میشه، من پولم رو صرف جشن‌ها و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می کردم. از طریق نوشته، هم از طریق مالی جنبش‌های چپ رو که در کولومبیا، آنگولا، نیکاراگوئه، برزیل و ونزوئلا حمایت می کردم. اونطور که من فهمیدم، به خاطر همین فعالیت‌ها تا زمان بیل کلینتون، همه ی ورود و خروجات به آمریکا با ویزای موقت بود. بله، همینطور بود، ولی بیل کلینتون این رو لغو کرد.
کتاب منتشر نشده داری؟ بله بله، کتاب بسیار رک بسیار ناملایم که درباره کوبا و حکومت کاسترو هم هست. تا اونجا که میدونم مدال لژیون فرانسه رو سال 81 دریافت کردی. بله درسته، کارهای زیادی انجام شد و سال 82 نوبل بود. کتاب هایی که اون سالها می نوشتین خیلی رنگ و بوی سیاسی داشتن، ولی کتاب عشق سالهای وبا اون سال 86 بود، به طرز عجیبی هم ازش استقبال شد. اگه اجازه بدین یک سری کارها رو من معرفی کنم. خواهش میکنم. گابو دهه 1990 رو با انتشار رمان ژنرال در هزار توی خود به پایان رسوند و دو سال بعد هم زائر قریب متولد شد. در 1994 او داستان‌های اخیرش رو در کتاب عشق و شیاطین دیگر منتشر کرد. این سیر در 1996 با انتشار گزارش یک آدم ربایی ادامه یافت. کتاب اخیر اثر روزنامه نگارانه‌ای بود که دارای جزئیات شگرفی از تجارت بی‌رحمانه مواد مخدر در کولومبیا است. با تشکر از اینکه کار رو ساده کردید. چون من دیگه اوضاع جسمی مناسبی ندارم، سرطان لنفاوی. خیلی متاسفم. البته تو اسم یک کتاب مهم رو فراموش کردی، خاطره دلبرکان سودا زده من. بله بله، همون کتابی که توی ایران توقیفش کردن. البته خیلی آثار رو من هنوز اسم نبردم، ولی به عنوان حسن ختام میخوام خواهش کنم که قسمتی از کتاب 100 سال تنهایی رو خودت برامون بخونی گابو. بله تلاشم رو میکنم. پیش از اون که من بتوانم چیزی بگویم او به من گفت: من مادر تو هم، من اومدم از تو بخوام که با من بیا بریم خونه رو بفروشیم. اون نیاز نداشت که به من بگوید کدام خانه، چون برای ما در این جهان فقط همان یک خانه وجود داشت، آن خانه قدیمی پدر بزرگ و مادر بزرگم در آرکاتاکا، جایی که خوشبختی کافی داشتم که در آنجا متولد شوم و آن جایی که پیش از آن که 8 سال شوم نه مادرم و نه من باورمان نمی شد که این سفر صاف و ساده 2 روزه می رفت که برای من بسیار تعیین کننده باشد. چیزی که درازترین عمرها کافی نیست تا درباره آن. بیایید از رویای زیبای گفتگو با گابریل گارسیا مارکز بیرون بیاییم، چون واقعیت دردناک اینه که گابو دیگه در میان ما نیست. او در تاریخ 17 آوریل 2014 در مکزیکو سیتی درگذشت، ولی جملات و داستانهاش همواره در یادها خواهد ماند تا ابد. در پایان چیزی جز جمله خودش ندارم که بهش بگم، اونجا که گفت: تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی. بدرود گابو، بدرود گابیتو.